درود به شما همیهنان عزیز و جان، ممنون که همچنان ما رو همراهی میکنین. همین جوری که ما داریم حرف میزنیم دلار داره کنتور میندازه و همین جوری داره بال میزنه و میره بالا. البته الان دقیقا نمیدونم چند دلار، ولی تا لحظاتی پیش که به ما خبر دادن شده بود 62,000 تومان. حالا دیگه خدا میدونه تا الان چند شده. طوفان رشد قیمت دلار و طلا همراه با آشوب در اقتصاد ایران، طوفانی که سر باز ایستادن ندارد و آشوبی که سفره مردم را در آستانه بهار هدف گرفته است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی دارد که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او را از جا در نمی‌برد. رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی دشمن را عامل وضع اقتصاد ایران می‌دانند. ویدیویی داریم از مزار دکتر ابراهیم ریگی، شهید راه آزادی میهن در بهشت محمد زاهدان. ابراهیم ریگی 24 ساله در 3 اسفند 1401 پس از بازداشت و ضرب و شتم در کلانتری 12 زاهدان توسط اشرار جمهوری اسلامی متاسفانه به قتل رسید. فرید رشیدی، جوان 30 سالی، اهل بندرعباسی، یکی دیگه از جوانایی هستش که در جریان خیزش انقلابی از ناحیه چشم آسیب دید. روایت یکی از مردم بندرعباس از واقعیه رو بخونین تا ببینین چه وحشتناکه. در ماه آبان بود که در خیابان‌های اطراف جوانا خیابونا رو بسته بودن و در کوچه‌ای که تعدادی رهگذر در حال عبور بودن، ناگهان نیروهای سرکوبگر موتورهای خودشون رو پارک کردن و شروع به زدن مردم و شلیک به اونا شدن. هر کس از گوشه فرار می‌کرد و یک آن دیدم یکی که لباس پلنگی به تن داشت از پشت درختی که پنهان شده بود از فاصله نزدیک اسلحه خودش رو به سمت صورت 2 نفر که در حال فرار بودن نشونه رفت و شلیک کرد. دوست فرید صورتش پر از خون شد و دو چشمش آسیب جدی دید. فرید هم سر و صورت و یکی از چشماش آسیب جدی دید. با رفتن مامورا از خونه خارج شدیم و به مردم آسیب دیده فرید و دوستش کمک کردیم. فرید بچه محل ما بود ولی دوستش رو نمی‌شناختم. کم و بیش اونو میبینم و جویای احوالش میشم. چشمش تنها 5% بینایی داره که به گفته خودش به نقل از دکترش احتمال داره بعد از عمل جراحی دید چشم به 20% برسه. اما ساچمه شبکیه رو پاره کرده و پشت چشم مونده و احتمال عفونت و یا تخلیه چشمم وجود داره. فرید کارگر پیمانی بود که کارفرما علاوه بر اون که حقوق معوقش رو پرداخت نمیکرد عذر اونم خواست. اون آرایشگر خوبی هم هست که بعد از این جنایت حتی نتونست به خاطر خطای دید با یک چشم به آرایشگری ادامه بده. بدنسازی کار میکرد و به خاطر داروهایی که مصرف میکنه فعلا قادر نیست حتی به ورزش ادامه بده. اون هنر رقص خیلی خوبی هم داره که امیدوارم با بهتر شدن حال روحیش باز هنر نمایی کنه. و اینه عاقبت جوانای ما تو مملکتی که هیچ آینده‌ای نمیشه براشون متصور شد. پرفورمنس جمعی از ایرانیان مونترال. این پرفورمنس در اعتراض به 44 سال جنایات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام شده.
ویدیوی از بینجو نواختن منصور هود که هدیه تولدش حکم اعدامش بود. نام برده به همراه نظام دین هود در 18 دی یعنی روز تولد منصور به اعدام محکوم شدند. ایزن به جز نام بردگان در بلوچستان، کامبیز خروت، منصور ده مرده، ابراهیم نارویی و شعیب میر بلوچزهی ریگی نیز به اعدام محکوم شدند. کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده از مقایسه مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه در افغانستان بین سالهای 1389 تا 1394 و مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه در ایران که از آذر تا اسفند 1401 رخ داده و هنوز هم ادامه داره. روز چهارشنبه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار افغانستان بیش از 120 دختر دانش آموز و 3 معلم به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. پلیس محلی علت این اتفاق را اقدام طالبان و کاربرد مواد سمی برای ایجاد مسمومیت در مدرسه دختران اعلام کرده است. گروه طالبان مخالف به مدرسه رفتن دختران است. Over 170 women were affected by this. It's not the first time this has happened. In 2010 in fact, a wave of these types of poisonings, very similar incidents in different parts of Afghanistan, over 100 females were poisoned. مونږه سهار چې مکتب ته لاړم د سی او بوی زمونږ مکتب ته مونږ نه پوه شو دا د سی بوی ده. دویم سات چې وشو استاد راغی ول تاسو دې چې د سی بوی ده. چې مونږه تر څو شو ته انده مونږ باندې د سی او بوی خطر شو. چې ستونه باندې شو پخې مې سست شو. تب کې ناس مو کاخانه کې خپل کاواله ګور مرسینه چې ګاز راغی فور راز پس کې چا اخر کو. ګور استاد دې له وځي مونږ دې دا موږ دا ځکه فسې ورسیم قایته و دا موږ شیشې ماته کړو او ته ځان There has been a string of similar attacks on girls' schools in Afghanistan, 11 this year alone. In the city of Herat, say more than 300 girls became ill after smelling mysterious fumes. This was in two different schools. A hospital spokesman said they were poisoned by some type دانش‌آموزان هنرستان نور واقع در خیابان یزدان شهر برای دومین بار طی دو هفته گذشته دوچار حادثه شدند. بی‌حالی، بی‌حسی بدن و حالت تهوع از جمله علائم دانش‌آموزان. مرکز آموزشی متوسطه اول فرزانگان اردبیل تعدادی از دانش آموزان این مدرسه راهی بیمارستان شد. مسمومیت دانش آموزان در قم باز هم خبرساز شد. اکثریت بچه‌ها سرگیجه و حالت تهوع داشتن. این تصاویر حادثه دیروز در دبیرستان فاطمیه صفا شهر است. یه گاز پخش شد، بعد من یه سر اول چشم سیاهی رفت، بعد سرگیجه گرفتم، پاهام اصلا انگار توش خالی شد، دیگه نمیتونستم اصلا درست راه برم. گزارش مسمومیت دانش آموزان دختر هنرستان حضرت زهرا صبح امروز اعلام شد. همانجا بودیم که گزارش دادن در دبیرستان دخترانه شاهد رضوی در منطقه هنرستان هم اتفاقاتی افتاده. 17 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان احمدیه بروجرد مسموم شدند. یکی از عمده‌ترین دلایل گسترش رذالت‌های مثل دروغ، مشروعیت بخشی به اون توسط کسایی هست که خودشون رو به عنوان مراجع دینداری معرفی میکنن. آخوندهایی که این دست دروغ‌ها رو مدام بازگو میکنن نقش عمده‌ای در شکستن قبح رذایل اجتماعی و فردی دارن. اینو ببینین. حداقل حدود از خواهی میکنم 500 سال، حدود بیش از 500 سال، از 600 سال شاید تفاوت با وجود ناظرین امام حسین علیه السلام داشت، زودتر بوده شهادت ایشون. میبینیم که در این روایت حضرت میان و اون ماجرا رو به واسطه پیامبری خودشون همراه حواریون بودن و به یه جایی میرسن و در اونجا گروهی از آهوان رو میبینن که اینها گرده هم اومدن و نزد حضرت عیسی متوقف شدن، نزد حضرت عیسی آمدن و اونها میگریستن، اون آهوها میگریستن و حضرت عیسی علیه السلام گریستن، حواریون نشستن و به هر حال گریه کردن. نمیدونستن علت چیه که حضرت عیسی علیه السلام داره گریه میکنه. سوال کردن یا روح الله ما یوکی چی باعث گریه شما شده؟ چیزی شما رو به گریه انداخت؟ حضرت فرمودن که آیا میدونید این چه سرزمینیه؟ گفتن نه. حضرت فرمودن هاذهی ارضٌ یقتل فیها فرخ الرسول احمد. اینجا زمینی است که فرزند، حالا فرخ الرسول جوجه رسول، نوه حضرت، فرزند حضرت، حضرت رسول، رسولی که نام او احمد است به شهادت میرسه. وضعنی فی حجره وانا ولید یا ولد یضمنی الی صدره. من بچه بودم تو دامن پیغمبر بزرگ شدم.
منو به سینه خودش میچسبانی. علیه علیه و یکنفنی فی فراشه. وقتی میخواستن تو بستر بخوابن منو با خودشون میبردن تو بستر میخوابوندن. و یومستونی جسده، منو اونقدر به خودشون نزدیک میکردن که من بدنم به خود بدن پیغمبر میخورد. و یوشمونی عرفه، بوی بدن خودش رو به من میفهمون و من استشمام میکردم. و کان یم و غشی ثم یلقمونی، لقمه و دهانش میگذاشت پیغمبر، خوب میجوید، نرم و راحت که میشد تو دهان من میگذاشت. واقعا قلبم گرفت. آسمان را بارها با ابرهای تیره تر از این دیدم، اما بگو ای برگ در افق این شبگیران کین چنین دلگیر و بارانی است، پار اندوه کدامین یار زندانی است. با آرزوی پیروزی برای تمام ایرانیان، بدرود.